بخش چهاردهم کتاب شاه کشتار نکرد. در بخش های قبلی رسیدیم به فضای باز سیاسی که از اواخر سال 1355 و اوائل 1356 توسط شخص محمد رضا شاه پهلوی در ایران به اجرا گذارده شد. اسباب و علل به وجود آمدنش رو هم اون مقداری که میشد حدس و گمان زنی کرد گفتیم که وضعیت حقوق بشر، تصویری که از وضعیت حقوق بشر در ایران بود تصویر جالبی نبود، تصویر نامطلوبی بود، اگرچه که رژیم شاه این رو قبول نداشت و غرض ورزی مطبوعات و رسانه‌های غربی میدونست، ولی حالا به هر حال چنین تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران بود در سال 55-56 همزمان با ریاست جمهوری آقای جیمی کارتر. در این حال سیاست حقوق بشر، موضوع حقوق بشر یکی از موضوعات مهم دولت جدید رئیس جمهور جدید آمریکا آقای جیمی کارتر شده بود که در دی 1355 وارد کاخ سفید شده بود. این موضوع را ایشون در دوران انتخابات مطرح کرده بود. حالا شاید بسیاری فکر میکردن که یک موضوع انتخاباتی تبلیغه، مثل خیلی چیزهای دیگه که بعد از اینکه اون نامزد رئیس جمهور شد اون شعارهای انتخاباتی فراموش میشه چون واقعیتهای مملکت، واقعیتهای کشور چیز دیگریست، و شاید خیلی ها فکر میکردن که مسئله حقوق بشر فراموش خواهد شد. اما بعد از اینکه جیمی کارتر وارد کاخ سفید شد، خودش و بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های مهم دولتش روی مسئله حقوق بشر تأکید کردند، روی نداشتن ترس از کمونیسم تأکید کردند، روی ایجاد رابطه جدید با کشورهای کمونیستی از جمله کوبا تأکید کردند، و گفتیم که مجموعه اینها به نظر میرسه که باعث میشوند که در ایران شاه سیاست حقوق بشر رو اتخاذ بکنه. ببینید ما هیچ چیز رو دوستان به صورت قطع و یقین نمیتونیم بگیم. ما فقط میتونیم حدس بزنیم و بگیم که شرایط و قرائن که بوده شاید شاه رو کشانده به این سمت که مسئله سیاست فضای باز سیاسی رو مطرح بکنه. به هر حال درسته که من روی مسئله حقوق بشر دارم تأکید می‌ورزم، اما سوال بسیار مهم اینجاست که اگر شاه وقعی ننهاده بود به مسئله حقوق بشر، اگر شاه واکنشی به سیاست حقوق بشر کارتر نشان نداده بود چی میشد؟ مثلا آمریکایی‌ها میگفتن که محمد رضا شاه پهلوی چه میکنیم؟ این کاره میکنیم، اون کاره میکنیم. نمیدونیم. آنچه که مسلمه بسیاری از متحدین و رژیم‌ها و کشورها و رهبران دیگری که
همچون محمد رضا شاه پهلوی نزدیک بودند به آمریکا، در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیا، اونها در حقیقت به روی خودشون نیوردن که مسئله حقوق بشر مثلا چقدر جدی هست، چقدر مطرح هست از سوی جیمی کارتر. هیچ واکنشی نشون ندادن. بنابراین اگر شاه هم هیچ واکنشی نشون نمیداد چه اتفاقی می افتاد؟ نمیدونیم ما. آیا آمریکایی‌ها صراحتاً هرگز از شاه خواستند که محمد رضا شاه پهلوی اعلی حضرت شما حکمن باید وضعیت حقوق بشر رو در ایران بهبود ببخشید؟ من دست کم هیچ دستورالعملی رو از سوی دولت جدید آمریکا، از سوی دولت جیمی کارتر برای رژیم ایران، برای محمد رضا شاه پهلوی ندیدم که خواسته باشن از محمد رضا شاه پهلوی که شما باید حتما حقوق بشر رو در ایران اصلاح بکنید. سالیوان هیچ وقت به اعلی حضرت نگفت که خب اعلی حضرت چیکار می‌خوایم بکنیم در مورد حقوق بشر. پیامی داده نشد، خواسته ای مطرح نشد از جانب آمریکایی‌ها که خب اعلی حضرت شما چه می‌خواید بکنید در رابطه با حقوق بشر. بنابراین حقوق بشر و مسئله فضای باز سیاسی چیزی بودش، تصمیمی بودش که اراده‌ای بودش که فکری بودش که خود محمد رضا شاه پهلوی تصمیم گرفت که اون رو اجرا بکنه. اتفاقا خواهیم دید که حداقل انگلیسی‌ها خیلی موافق این سیاست نبودن. اتفاقا خواهیم دید که سفیر انگلستان جناب آقای سر انتونی پارسونز انتقاد میکنه از شاه، میگه که حالا بعدن خواهیم دید، میگه که اعلی حضرت این سیاست داره تبعات زیادی رو در ایران به وجود میاره، تبعاتی که حالا از دید او خیلی هم تبعات خوبی نبوده برای به وجود آوردن بی‌ثباتی و هرج و مرج اینها. که من تا اونجایی که میتونم بگم و در کتاب هم گفتم کسی از شاه این سیاست رو نه در لندن و نه در واشنگتن نمیخواهد. خود شاه تصمیم میگیره. این رو من گفتم به عنوان مقدمه شروع این فضای باز سیاسی. حالا چرا این مقدمه رو من گفتم؟ برای اینکه هر جور که انقلاب اسلامی رو تعریف بکنیم، نقطه آغاز فروپاشی رژیم محمد رضا شاه پهلوی با شروع فضای باز سیاسی بود. ما میتونیم تئوری‌های بسیار کلان جامعه شناختی بیاریم که از نظر اقتصادی اینجوری شده بود، از نظر توسعه نامتوازن اینجوری شده بود، تئوری‌های مدرنایزیشن بیاریم که اینجوری شده بود، نظریه آقای جناب پروفسور عباس میلانی رو بیاریم که شاه از مذهبیون غافل شده بود و به اونها پروبال میداد و نگرانیش چپ‌ها بودن، مارکسیست‌ها بودن. ببینید انواع و اقسام نظریات میتوان آورد و آورده‌اند.
از کردم پروفسور آبراهامیان میگه که توسعه نامتوازن، خانم نیکی کدی، آقای شاول بخاش، دیگران نظریه مدرنایزیشن رو مطرح کردن و قصه لحاظا. اما من معتقدم که این فضای باز سیاسی بود که رژیم شاه رو در حقیقت باعث سقوط رژیم شاه شد. اون تئوریای کلان همه به جای خودشون، ولی سوال اگر که شاه به دنبال فضای باز سیاسی نرفته بود، آیا انقلاب اتفاق می افتاد؟ ببینید، حسب تئوریای کلان جامعه شناختی، آری اتفاق می افتاد، ولی به نظر من خیر اتفاق نمی افتاد. اون چیزی که باعث انقلاب شد، باعث فروپاشی رژیم شاه، سقوط رژیم شاه شد، در حقیقت همین فضای باز سیاسی بود، به شرحی که خواهیم دید. ایجاد فضای باز سیاسی و آغاز تحولات گسترده در ایران 1356. همانطور که در ابتدا اشاره داشتیم، بسیاری از نکات مهم چگونگی انقلاب یا با بیتوجهی روبرو شده اند، یعنی بعد از انقلاب با بیتوجهی روبرو شده اند، یا بعضن به واسطه ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک بعد از انقلاب مورد تحریف قرار گرفتند. یعنی یه سری اتفاقات و رویدادها و تحولات مهمی رو که مرتبط با انقلاب میشه اصلا بهش توجه نکردن، و یا اینکه مثلا یه سری چیزایی که حالا مهم نبوده، اومدن ابعادش رو خیلی گسترده‌تر کردن که با تفکرات بعد از انقلاب بخونه. بسیاری از این نکات کمک به فهم چگونگی انقلاب می‌نمایند و باعث می‌شوند تا به جای رواج انواع و اقسام تئوری‌های جامعه شناختی یا تئوری‌های توطئه پیرامون انقلاب اسلامی، اسباب و علل واقعی به وجود آمدن آن بالاخص برای نسل‌های بعد از انقلاب روشن شود. حالا البته نسل‌های بعد از انقلاب میتونن بگن که آقای زیبا کلام، قربونت برم عزیز دل ما چی کار کنیم که تو نخواهی توضیح بدی که واسه ما انقلاب اسلامی چرا به وجود اومده. نمیخوایم آقای زیبا کلام، به چه زبونی بگیم؟ نمیخوایم، برای هفت پشتمون بسه اون چیزی که تا به الان از انقلاب اسلامی فهمیدیم. اما خب، حالا اگر کسی علاقمند بود که بفهمه که چه شد، باید این چیزها رو بدانیم. یکی از نکات کلیدی در فهم چگونگی به وجود آمدنه انقلاب، موضوع فضای باز سیاسی است. تغییر و تحول مهمی که حدوداً تقریباً از اواخر سال 1355 و اوایل سال 1356 شروع شد و تداوم آن سیاست، ببینین تکرار میکنم، و تداوم آن سیاست، یعنی این سیاست فضای باز سیاسی، سرانجام منجر به سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب شد. نه، من اون تئوریای کلان جامعه شناختی رو قبول ندارم. پس چی رو قبول داری آقای زیبا کلام؟ این که فضای باز سیاسی قطعاً یقیناً با قرص محکم میگم اگر شاه فضای باز سیاسی رو به راه نینداخته بود و اگر اصراری بر تداومش نکرده بود، وقتی آثار آن داره هویدا میشه، نه انقلاب نمیشد. علارغم اهمیت آن، یعنی این موضوع فضای باز سیاسی و نقش سرنوشت سازی که در به وجود آمدن انقلاب و سقوط رژیم شاه بر عهده داشته، اما بعد از انقلاب کلامی پیرامون آن گفته نمی شود که انهو آن سیاست و تغییرات سرنوشت‌سازی که به دنبال آن در ایران رقم می خورد
در کشور دیگری بوده، در گینه بیساو بوده و اساسا ارتباطی با ایران پیدا نمی کند، نمی کرده. این همه ما ادبیات داریم توسط نظام جمهوری اسلامی در مورد انقلاب، کی راجع به فضای باز سیاسی صحبت شده؟ این همه آموزش میدیم، این همه مدرسه، دانشگاه، تلویزیون، اینا اصلا تا حالا کسی شنیده از در مورد فضای باز سیاسی؟ نه. اما بعد از انقلاب عرض کردم کلام پیرامون آن گفته نمی شود که انه آن سیاست و تغییرات، گفتم، در گینه بیساو بوده، در کشور دیگری بوده. صد البته که دلیل این بیتوجهی واضح است. ایجاد فضای باز سیاسی و تغییراتی که به دنبال آن به وجود می آید چندان مناسب و سنخیتی با روایت رسمی نظام از انقلاب اسلامی پیدا نمی کند. نظام جمهوری اسلامی بیاد بگه چی؟ بیاد بگه همه تفکراتی که من در مورد اینکه انقلاب اسلامی چرا به وجود آمد دارد، من اینا رو بذارم کنار و بیام بگم که در نتیجه فضای باز سیاسی به وجود آمد. نه، نظام جمهوری اسلامی معتقده که این انقلاب از 15 خرداد سال 42 به وجود آمده در نتیجه سیاست‌های اسلام زدایی، اسلام مبارزه با اسلام رژیم شاه به وجود آمده، در نتیجه فساد رژیم پهلوی به وجود آمده و و و و و. دیگران هم همینطور، دیگران هم میگن این انقلاب در نتیجه مدرنیزیشن به وجود آمد، در نتیجه اینکه شاه از مذهبیون غافل شد، نمیدونم دلارهای نفتی که وارد اقتصاد ایران شد، بیماری هلندی که به وجود آمد، تضاد طبقاتی که به وجود آمد. ببینید دیگران اینا رو مطرح میکنن، نمیان بگن که آقا جون این سیاست محمد رضا شاه پهلوی که به نام فضای باز سیاسی بوده باعث میشه که اون رژیم سرنگون بشه. آره، من معتقدم که اون فضای باز سیاسی باعث سرنگونی رژیم شاه شد. اگر شاه به دنبال فضای باز سیاسی نرفته بود و یا اگر میرفت و وقتی آثار و تبعات اون رو میدید ترمز میکرد، سرعتش رو کنتر میکرد، متوقفش میکرد، نه تا 500 سال دیگه هم انقلاب به وجود نمیامد. بنابراین میشه فهمید که چرا هیچ صحبتی راجع به فضای باز سیاسی نیست، چون با خیلی از تئوری‌ها، نظریات اینا نمیخونه. لذا اساساً هیچ نام و نشانی از آن در روایت حکومتی وجود ندارد. اما همان گونه که خواهیم دید، تصمیم به ایجاد فضای باز سیاسی از سوی محمد رضا شاه پهلوی باعث براه افتادن و سرازیر شدن بهمن انقلاب گردید. واقعیت آن است که هر رویکردی که نسبت به انقلاب داشته باشیم، به وجود آمدن فضای باز سیاسی یکی از بزرگترین نقاط عطف، اگر نگوییم بزرگترین نقطه عطف به وجود آمدن انقلاب بود. ما تا کنون، تا به همین جا، چندین بار به مقوله‌ای به نام فضای باز سیاسی اشاره داشتیم بدون آنکه هیچ توضیحی در مورد آن داده باشیم. بنابراین قبل از پرداختن به اسباب و علل، ریشه‌یابی و چگونگی به وجود آمدن موضوع فضای باز سیاسی، دوستان بگذارید
اساساً در ابتدا اونو معرفی بکنیم. آقا این فضای باز سیاسی که میگیم چی بوده؟ چی کار کرده؟ تبعات اقتصادی داشته، تبعات سیاسی داشته، تبعات فکری داشته، تبعات فرهنگی داشته، تبعات امنیتی داشته. چی بوده؟ چی کار میکرده این فضای باز سیاسی که این همه صادق زیبا کلام تأکید میکنه که فضای باز سیاسی باعث انقلاب شد. دوستان، عزیزان من، برای اینکه شما متوجه اهمیت تأثیر و تأثیرات فضای باز سیاسی بشید، سیاست فضای باز سیاسی بشید، مجبور هستیم که یه مقداری جامعه ایران رو دقیق تر بهش نگاه بکنیم، ذره‌بین بگیریم دستمون، یه مقداری با تأمل، با سعی صدر جامعه ایران رو نگاه بکنیم، چون لازم هستش بفهمیم که اون تغییرات داره در کدوم جامعه به وجود میآید. ببینید، اگر یه بیماری تب داشته باشه، چرا پایین اومدن تبش مهمه؟ چون تب داره، چون بیماره، چون ویروس داشته. این اصراری که من دارم که چرا اینقدر فضای باز سیاسی که به وجود آمد مهمه، برای اینکه تا شما جامعه ایران رو نشناسید متوجه نمیشید که چرا این اینقدر اهمیت داشته و چرا اینقدر تونسته طوفان به پا بکنه، طغیان به پا بکنه و نهایتاً رژیم شاه رو سرنگون بکنه. پیشتر دیدیم که رژیم شاه از 28 مرداد سال 32 به این سو در مجموع حاکمیتی دیکتاتوری و اقتدارگرا حاکم کرده بود. هر قدر که جلوتر آمدیم بر ابعاد خفقان بگیر و ببند و فشار بر مخالفین و ناراضیان افزوده می شد. این شما اگه منحنی ترسیم بکنید از فردای 28 مرداد که حرکت کنیم بیایم جلوتر و برسیم به 53, 54, 55, 56, 57 هر چقدر که میان جلوتر این فشار اقتدارگرایانه رژیم شاه داره بیشتر و بیشتر میشه، سانسور داره جدیتر میشه، انتخابات داره فرمایشی تر میشه، نمیدونم زندانیان سیاسی تعدادشون داره میره بالا، شکنجه داره کاربرد وسیع‌تری پیدا میکنه. بنابراین از 28 مرداد 32 هر چقدر که داریم میایم جلوتر، ابعاد خفقان، فشار، دیکتاتوری رژیم شاه داره بیشتر و بیشتر میشه. یکی از بهترین شاخصه ها برای درک ابعاد اختناق رژیم شاه روند افزایش زندانیان سیاسی می باشد. دیگه فکر کنم هممون قبول داریم که زندانی سیاسی مثل درجه حرارت که تب و نشون میده، زندانی سیاسی در حقیقت تعداد زندانی سیاسی، آمار زندانیان سیاسی در هر کشوری مبین خیلی چیزا میتونه باشه. اگر کشور الف زندانی سیاسی نداره چجور کشوری است؟ اگر کشور ب مثلا فرض بگیریم همه این سه کشور هم جمعیتشون 10 میلیونه، کشور الف یک کشور 10 میلیونی اصلا زندانی سیاسی نداره، کشور ب یک کشور 10 میلیونیه 500 تا زندانی سیاسی داره، کشور سی اونم یک کشور 10 میلیونیه ولی 5000 تا زندانی سیاسی داره. به نظر شما آیا ما نمیتونیم حدس بزنیم که کشور اولی و دومی و سومی چه جور رژیم هایی دارن، چه جور ساختارهای سیاسی دارن؟ بنابراین یک مترو معیار بسیار مهمی هست، حساسی هست و دقیقی هست برای اندازه‌گیری یا نشون دادن وضعیت ساختار حکومت ها. البته میتوان جدا از زندانی سیاسی میتوان به شواهد دیگری همچون تعطیلی مطبوعات، انتخابات فرمایشی و تعداد نمایندگان و فضای بله قربانگویی نمایندگان مجلس یا پارلمان، احزاب و
تشکل‌های سیاسی وابسته به حکومت، سانسور کتاب، مجلات و روزنامه‌ها و مسائلی از این دست هم اشاره داشت. یعنی همون جوری که ما آمدیم گفتیم که تعداد زندانیان سیاسی رو ببینیم تو این سه کشور چند تا است، میتونیم به چیزهای دیگه هم استناد بکنیم، بگیم آقا انتخابات تو اولی چه جوریه، تو دومی چه جوریه، تو سومی چه جوریه، مجلسشون چقدر بله قربانگو است نسبت به شخص اول مملکت، تو اولی چقدر بله قربانگو هست، تو دومی، تو سومی. ایزن سانسور، ایزن احزاب و تشکل‌های سیاسی مستقل از حکومت و قصه از یعنی مقصود اینه که پارامترهای دیگری هم هست برای سنجش و اندازه‌گیری این که ماهیت حکومت‌ها چگونه هستن. ولی یکی از ساده ترینش و بهترینش و دقیق ترینش تعداد زندانیان سیاسیه. دار سانسور رو مثلا چجوری میخوایم اندازه بگیریم، بله قرمانگوی رو چجوری میخوایم اندازه بگیریم، ولی تعداد زندانی سیاسی عدده. حالا البته رژیم هایش وقت نمیگن ما زندانی سیاسی داریم، میگن نه اینا علیه امنیت ملی بودن، تشویش اسران عمومی کردن، نوکر آمریکا بودن، نمیدونم و بقیه سلاح هزار. زمان شما نمیگفتن اینا زندانی سیاسی هستن، میگفتن علیه امنیت ملی اقدام کردن اینا. ولی خب ما میدونیم که یعنی چی دیگه، زندانی سیاسی یعنی کی، یعنی چی. بنابراین تعداد زندانی سیاسی یه متر و معیار خیلی جالبیه برای اینکه چقدر رژیم یک کشور اقتدارگرا هستش و چقدر خفقان در اون کشور حاکم هستش و به عکسش. مزیت آمار زندانیان سیاسی به عنوان معیار سنجش میزان سرکوبگر بودن یک حکومت و نظام سیاسی آن است که ما با عدد و رقم سر و کار داریم، در حالی که در اوائل دهه 1340، یعنی مثلا حالا 15 سال 16 سال مونده به 1357 و انقلاب، در اوائل دهه 40 تعداد زندانیان سیاسی ایران به 100 نفر هم نمی رسید. یک دهه بعد یعنی اوائل دهه 1350 تعداد آنان به چندین هزار نفر بالغ شده بود. تمامی جنبه های دیگر حاکمیت رژیم شاه به کنار، 100 برابر شدن تعداد زندانیان، بازداشتی ها و تبعیدی های سیاسی آن رژیم در طی یک دهه، چون گفتم اوائل دهه 40 به 100 نفر هم نمی رسید، یعنی سال 1340 ما 100 تا زندانی سیاسی هم نداشتیم، یه تعداد جبهه ملی و طرفداران مصدق و حالا اسلامی ها و عرض کنم که توده یا بودن اون 100 نفر. اما یک دهه بعدش اوائل دهه 1350 تعداد آنان به چندین هزار نفر بالغ شده بود. تمامی جنبه های دیگر حاکمیت شاه به کنار، اینکه ظرف 10 سال تعداد زندانیان سیاسی در ایران 100 برابر می شود، به تنهایی نشان دهنده شیوه حاکمیت اقتدارگرایانه رژیم شاه بالاخص در سالهای آخر آن می باشد. برخورد سریع، بی امان، قاطع و بدون گذشت با ناراضیان، با مخالفین و هر فرد دیگری که تشخیص داده می شد خطری برای رژیم شاه دارد، سبب شده بود تا عملاً در سالهای آخر رژیم شاه احدی جرأت نکند کوچکترین حرکت یا ابراز مخالفتی علیه حکومت بنماید.
باز برخلاف آنچه که آقای دکتر میلانیو اینها میگویند، در حقیقت اسلامی و غیر اسلامی نبود، با همه اینگونه برخورد میشد، چه مارکسیست بودن چه اسلامگرا بودن. هر کس که احساس میشدش که خطری در حقیقت برای رژیم داره، همه مجبور بودن مراقب سخنانشان در فضای عمومی و حتی در محیط‌های خصوصی و خانوادگی باشند، مبادا علیه حکومت و علیه اعلیحضرت مطلبی بگویند. حتی انتقاد از اوضاع و احوال اقتصادی باعث می‌شد تا سوء ظن مقامات امنیتی از جمله ساواک برانگیخته شود. ساواک توانسته بود به گونه مؤثر آنچنان رعب و وحشتی در سطح جامعه به وجود آورد که حقیقتاً نفس در سینه ها حبس بماند. مأمورین ساواک فقط ناراضیان، دانشجویان، نویسندگان، فعالین کارگری، روشنفکران، روزنامه نگاران، فعالین سیاسی کرد، بازاری ها و روحانیون منتقد رژیم را زیر نظر نداشتند. کلیه استخدام های کشور، اهم از بخش های دولتی یا شرکت های خصوصی بزرگ یا حتی متوسط، هم زیر نظر ساواک و منوط به صدور مجوز از سوی ساواک بود. ببین، هر کی رو می‌خواستن استخدام کنن، حتی واسه بانک صادرات، حتی برای یه شرکت دولتی، یه چه می‌دونم فرمی بود، یه چیزی بود برای ساواک ارسال می‌شد و ساواک باید نظر می‌دادش که آیا استخدام این فرد بلامانه است یا چه می‌دونم بلامانه نیست، و تا اون موافقت ساواک نمی‌آمد، اون فرد استخدام نمی‌شد. حاجت به گفتن نیست که وقتی بیان انتقاد و مخالفت با حکومت در محافل خصوصی هم با احتیاط صورت می‌گرفت، تکلیف ابراز مخالفت و اعتراضات علنی چگونه بود. ساواک همچنین ده ها هزار دانشجوی ایرانی که در اروپا و آمریکا تحصیل می کردند و بسیاری از آنها مخالف رژیم شاه بودند را هم تحت نظر داشت. به وجود آمدن مبارزه مسلحانه از اواخر دهه 40، فضای سیاسی کشور را به مراتب امنیتی تر، سنگین تر و بسته تر هم نمود. به این معنا که حاکمیت امنیتی ساواک گسترده تر شد، اختیارات ساواک بیشتر شد، پاسخگو بودن ساواک کمتر شد و عملاً هیچ دستگاهی نظارت بر بگیر و ببندهای ساواک نمی کرد. حبس و شکنجه مخالفین به شدت افزایش پیدا کرد. ساواک هر کاری می کرد کرده بود، هر کاری هم نمی کرد نکرده بود. هر کی دستگیر میکرد کرده بود، هر کی هم دستگیر نکرده بود. ساواک مجبور نبود به هیچ دستگاهی توضیح بده که آقا این خانم رو، این آقا رو، این دانشجو رو، این روحانی رو، این بازاری رو، این روشنفکر رو، این نویسنده رو من واسه چی گرفتم، واسه چی با انتشار اون کتاب من مخالف هستم، واسه چی با اون روزنامه رو بستم و قصه الاخاصا. در چنین فضایی بود که تقریبا به صورت ناگهانی و در فاصله کمتر از چند ماه فضای ایران به یک بار دگرگون شد. نه تنها اجازه انتقاد و ابراز مخالفت با رژیم به وجود آمد، بلکه حیرت انگیزتر آن بود که به تدریج به نظر می رسید که ابراز مخالفت علنی با رژیم هم تحمل می شد. برخی که دل و جرأت بیشتری داشتند، در ابتدا با ترس و لرز در قالب گروه های کوچک در اماکن عمومی همچون برخی از مساجد و دانشگاه ها به دادن شعار علیه رژیم مبادرت می فرزیدن. البته بدون آنکه نامی از شاه بیاورند. اما آنقدرها طول نکشید تا مردم
با ناباوری. اونقدرها طول نکشید تا مردم با ناباوری و در این حال با هیجان متوجه می شدن که ظاهراً رژیم نه آنان را سرکوب می کند نه در صدد بازداشتشان برمی آید و نه اصراری بر قلع و قمعشان دارد. می دونید اینا باور نکردنی بود که شما می تونستید برید در خیابون و مثلا چه می دونم علیه رژیم شاه شعار بدید، بگی زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مجلس این مجلس مطیع گوش به فرمان اعلی حضرت، این مجلس باید منحل بشه، انتخابات آزاد باید بشه، نمیدونم تبعیدیا باید برگردن از باید برگردن به کشور وقت صلاح حاضر، شکنجه زندانیان سیاسی باید متوقف بشه. مقابله نکردن با تظاهر کنندگان سبب شد تا تعداد معترضین به سرعت زیادتر شود. در ابتدا مثلا چه میدونم چند ده نفر میوردن، وقتی که میدیدن نه کارشون نکردن، نه گرفتنشون، نه زدنشون، نه بستنشون، خب اون چند ده نفر میشدن چند صد نفر، اون چند صد نفر میشدن چند هزار نفر، اون چند هزار نفر میشدن چند ده هزار نفر. اتفاقی که افتاد منتها شروعش با این فضای بازی سیاسی بود. مقابله نکردن با تظاهر کنندگان سبب شد تا تعداد معترضین به سرعت زیاد شده و از چند ده نفر اولیه به چند صد نفر و در چشم برهم زدنی به هزاران و ده ها هزار تن برسد. فضایی که بعد از سالها خفقان و ترس و لرز از ساواک در کشور ظاهر شده بود آنقدر غیر مترقبه، باور نکردنی و مثل خواب و خیال و رویا به نظر می رسید که برخی از منتقدین شاه با دیده تردید و ناباوری به آن وضعیت نگریسته و به وجود آمدن آن را ای بسا دامی و نقشه از سوی ساواک و نهادهای امنیتی رژیم شاه به منظور شناسایی مخالفین و معترضین تصور میکرد. آخه کی تصور میکرد که آقا جان شما میتونید بیاید تو خیابونای تهران، اصفهان، شیراز، کرمان، یزد، رشت، تبریز، مشهد بیاین علیه رژیم شاه چه میدونم تظاهرات بکنید. بنابراین یه عده‌ای میگفتن که نه آقا نرید، این دامه، این فریبه، ساواک میخواد مخالفین و معترضین اینجوری شناسایی بکنه. یعنی رژیم تعمدن اجازه ابراز مخالفت و اعتراض داده بود. اینا یه دست حتی منتقدین و مخالفین و اپوزیسیون میگفتن تا با ظاهر شدن معترضین اقدام به شناسایی آنان و در صورت لزوم زندان و بازداشتشان بنماید. ما پیشتر به گونه مبسوط پیرامون راهپیمایی های بزرگ و تاریخی عید فطر 13 شهریور 1357 و راهپیمایی بعدی که سه روز بعدش در پنجشنبه 16 شهریور همان هفته اتفاق افتاد نوشتیم. دو راهپیمایی که نه تنها رژیم شاه که دنیا را مبهوت و شگفت زده کرد. دو راهپیمایی که قبلا خدمتتون عرض کردم منجر به اعلام حکومت نظامی و سپس کشتار 17 شهریور گردید. خب حالا من در ابتدا سعی کردم که اهمیت فضای باز سیاسی رو خدمتتون عرض بکنم، چون ببینید خب تو خیلی از کشورها آدم ها میتونن بیان تو خیابون علیه حکومتشون تظاهرات بکنن، اعتراض بکنن، ولی خب مثلا فرض بگیرید که در سال 56 در سال 57 عرض کردم در ایرانی که اصلا کسی نطق نمیتونست بکشه آمدن شهروندان، آمدن مردم، دانشجویان، غیره، جوانان که بیان تو خیابون علیه رژیم شاه تظاهرات بکنن، نمیدونم
به نظر من خیلی خیلی تحول مهمی بود، خیلی تحول مهمی بود. حالا انشالله در شبهای بعدی به این پرسش به دو تا مسئله خواهیم پرداخت. یکی این که خب چه شد که فضای باز سیاسی به وجود آمد که تا حدودی گفتم دیگه چیزایی که برای شاه به وجود آمد، تصمیم و تصوراتی که برای شاه به وجود آمده بود. اما چیزی که تا به الان نگفتیم آثار و تبعات این فضای باز سیاسی هستش. یعنی به هر دلیلی که فضای باز سیاسی به وجود آمد، اصلا آقا جون میگم آمریکایی‌ها گفتن که محمد رضا شاه پهلوی باید فضای باز سیاسی به وجود بیاد. روس‌ها گفتن، انگلیسی‌ها گفتن، اصلا به هر دلیلی که فضای باز سیاسی به وجود آمد، نکته مهم آثار و تبعاتش هستش که انشالله از در شب‌های دیگر بهش میپردازیم. شما رو به خداوند سبحان میسپارم و ایام به کام باد.